سرخط خبرها. انتظار که پایانش تلخ بود. سرپرست وزیر مالیه به نشست ویژه مجلس نیامد. برخی ها خشمگین شدند. اگر سرپرست وزارت مالیه میایه همین لیست افشا میکنه برای مردم افغانستان خوب است، اگر نمیکنه بیاین تالار را بسته کنه. زنده شدن امیدها با برگشت هیئت طالبان از پاکستان به قطر. هیئت حکومت با آغاز گفتگوهای معنادار چشم دوخته است. این بار با یک اراده مستحکمتر و با یک عزم راسختر به مذاکرات برگشته باشند. ادامه نبردهای سنگین در لغمان. الانگار پاکسازی شد. بیش از 100 منصوب نظامی بازداشت شدند. 50 تن از طالبای تروریست کشته شدند و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. و ادامه روزهای دشوار ایندیها در پیکار با کرونا. شمار مرگ و میر از مرز 300 هزار گذشت. سلام و وقت بخیر. نیامدن خالد پاینده سرپرست وزیر مالیه به نشست ویژه امروز مجلس نمایندگان واکنش‌های را برانگیخته است. رئیس مجلس این کار آقای پاینده را به احترامی به خانه ملت می‌داند و به معین این وزارت اجازه ورود به نشست مجلس نداد. اما سخنگوی وزارت مالیه میگوید خالد پاینده به دلیل اشتراک در نشست کابینه نتوانست در نشست امروز مجلس نمایندگان حضور یابد. به نام خدا به اجازه جناب حیف و میل روزانه 7 تا 8 میلیون دلار از درآمدهای کشور که هفته پیش از سوی سرپرست وزارت مالیه مطرح شد، اجندای نشست امروز مجلس نمایندگان را رقم زد. جناب رئیس صاحب اگر خودش نامده بود معینش رخصت شوا بخاطر. هرچند خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه به این نشست ویژه نیامد، اما بحث ها روی این موضوع همچنان در مجلس جدی تر بود. مجلس به معین وزارت مالیه که به جای سرپرست وزیر میخواست به پرسش های قانونگذاران پاسخ دهد، اجازه ورود به مجلس نداد. از تمام نهادهای عدلی و قضایی کشور و ادارات مبارزه با فساد جدا میخواهیم تا این موضوع را به صورت جدی تعقیب و پیگیری نمایند و سرپرست وزارت مالیه را در این زمینه مورد بازپرس قرار دهند تا حقیقت پیدا شود. با این حال واکنش ها در مجلس جدی اما متفاوت بود. اگر سرپرست وزارت مالیه میایه همین لیست افشا میکنه برای مردم افغانستان خوب است، اگر نمیکنه بیاین تالار را بسته کنه. بر رسم اعتراض آجندا مشخص است، مطابق آجندا باید میامد پاسخ میگفت به تالار. در این میان برخی تاکید دارند که گمرک های افغانستان با میزان بلند فساد روبرو است و باید مشخص شود که در برابر این فساد چه کسی پاسخگو است. اما وزارت مالیه تاکید دارد که سرپرست این نهاد به دلیل حضور در نشست کابینه نتوانسته به نشست عمومی مجلس نمایندگان حضور پیدا کند. سرپرست وزارت مالیه در جلسه کابینه در ارگ ریاست جمهوری اشتراک داشتند، متاسفانه نتوانستند که شخصا در نشست ولسی جرگه حضور یابند. در عوض معین عواید و گمرکات وزارت مالیه به پارلمان رفت تا در رابطه با مداخلات حلقات مافیایی به نمایندگان مردم معلومات بدهد، اما متاسفانه نمایندگان مردم به ایشان اجازه حضور ندادند. ولی شکی نیست که برخی گروه ها و حلقات مافیایی وجود دارند که عواید کشور را حیف و میل می نمایند. ما تحقیقات و بررسی های پیش را از این گروه ها و حلقات ادامه دادند. شما شاهد هستید با این همه در پایان تصمیم بران شد تا دبیرخانه مجلس نمایندگان در پی گفتگو با وزارت مالیه در یک زمان دیگر نشست ویژه تنظیم کند تا در آن نامهای کسانی که در فسادهای گمرکی دست دارند همگانی شود. هیئت گفتگو کننده صلح حکومت ابراز امیدواری میکند طالبان که از پاکستان و دوحه برگشتند اکنون با اراده قوی وارد گفتگوهای معنادار برای رسیدن به یک توافق جامعه سیاسی با حکومت شوند. نزوای این هیئت همچنین میگن سازمان ملل نقش تسهیل کننده در گفتگوهای دوحه داشته باشد و نیز کشور میزبان گفتگوها را میان هیئت و حکومت و طالبان تسهیل کند. همزمان شمار از مقامهای پیشین آمریکایی به این باورند که هرچند
انگیزه حل منازع افغانستان از راه سیاسی کمرنگ شده و رهبری طالبان حاضر به حرکت در مسیر سیاسی نیست، اما فرصت سیاسی از دست نرفته و سازمان ملل و ترکیه میتوانند طالبان را وادار به حل جنگ کنونی کنند. در این حال نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که این گروه آماده گفتگو هستند و درباره نشست ترکیه هم پس از بررسی آجندایان تصمیم خواهند گرفت. هرچند چشم امید همه به نشست استانبول دوخته شده، اما برگزاری این نشست همچنان در حاله از ابهام است. یک عضو هیئت گفتگو کننده حکومت به تلویزیون یک میگوید که دولت آماده رفتن به نشست استانبول است، اما طالبان تا هنوز موضع خود را برای اشتراک در این نشست اعلام نکردند. نشست استانبول تا حال منتفی نشده، ولی تا حال از جانب مقابل هم تایید نشده. در این نشست اگر جانب مقابل آمادگی داشته باشه، ما قبلاً هم اعلان کردیم، حالا هم یک بار دیگه اعلان میکنیم که آمادگی های ما در رابطه با نشست استانبول کامل است. این عضو هیئت میگوید هیئت طالبان پس از دو ماه رایزنی و مشورت با رهبری این گروه در پاکستان اکنون به دوحه برگشت است. فاروق مجرو ابراز امیدواری میکند که هیئت طالبان با اراده قوی به دوحه برگشته باشد و وارد یک گفتگوی معنادار برای رسیدن به یک توافق با هیئت حکومت شود. ما خوشبین هستیم که با رفتن هیئت طالبان به جهت مشوره با پاکستان و مشوره با رهبریشان، این بار با یک اراده مستحکمتر و با یک عزم راسختر به مذاکرات برگشته باشند. همزمان نماینده پیشین سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان به این باور است که فرصت سیاسی از دست نرفته و سازمان ملل و ترکیه می توانند طالبان را وادار کنند و جنگ کنونی پایان دهند. نشست استانبول به معنای حذف دوحه از روند صلح افغانستان نیست، اما می تواند بنبست گفتگوهای دوحه را بشکند. همه بازیگران منطقه‌ای و بین المللی در تلاشند طالبان را به پذیرفتن نقش سیاسی در آینده افغانستان وادار کنند. من خیلی مطمئن نیستم رهبری طالبان حاضر به حرکت در مسیر سیاسی باشند. برخی مقام های امریکایی هم به این باورند که انگیزه برای حل سیاسی منازع افغانستان کم رنگ شده، اما از بین نرفته است. من فکر می کنم که طالبان انگیزه کافی برای صلح ندارند و همین گونه برخی از کشورهای همسایه نیز انگیزه کافی ندارند و ممکن است فکر کنند که می توانند هرج و مرج را کنترل کنند. احساس می کنم انگیزه برای حل سیاسی قضیه افغانستان کمی از بین رفته، اما هنوز فرصت برای حل سیاسی وجود دارد. امیدوارم محاسبه برگشت طالبان به میز گفتگو درست باشد و یک توافق روی مشارکت قدرت با حکومت افغانستان صورت گیرد. اما من فکر نمی کنم طالبان برای کنترل مناطق بیشتر در شهرها و روستاها تلاش کنند. با این حال سخنگوی طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر به تلویزیون یک تایید میکند که هیئت این گروه از پاکستان به دوحه برگشته و آماده است گفتگوها با هیئت حکومت را پیش ببرد. در این زمان از میان 20 عضو هیئت گفتگو کننده حکومت تنها دو عضو در دوحه و دیگر عضوها در کابل به سر میبرند. ترکیب اعضای شورای عالی دولت تا پایان هفته روان مشخص خواهد شد. یک منبع حکومت میگوید که شمار عضوای این شورا تا 25 نفر میرسد و گفته این منبع اختلاف بر سر 7 عضو پیشنهادی این شورا هنوز حل نشده است و رایزنی های سیاسی در این زمینه همچنان ادامه دارد. بابر فرهمند معاون نخست شورای عالی مصالحه هم میگوید که درباره ترکیب و صلاحیت های این شورا هنوز سیاستگران با هم اختلاف دیدگاه دارند. با این حال شمار از عضوهای مجلس نمایندگان هم از ترکیب اعضای این شورا انتقاد دارند و آن را تکراری و بی‌ثمر می‌خوانند. شورا بال شورا می‌سازیم، از چی ساخته میشه؟ جناب رئیس، وی کسایی که امروز بر سرنوشت این ملت حاکمند، خانه اینها اینجا نیست، اولاد اینها اینجا نیست. شورای عالی دولت از کی ساخته میشه؟ از مجموعه جنگ سالارانی که یک بار نیست صد بار امتحان خود بر مردم افغانستان داده.
دوام نظام جمهوری کنونی، امارت و گونه های مختلف نظام غیر متمرکز با عنوان نسخه های پیشنهادی در میدان صلح برای آینده افغانستان پیوسته مطرح می شود. اما تحلیل ها در پیوند به برپایی این نظام ها با توجه به جو سیاسی افغانستان متفاوت است. شمار دوام نظام جمهوری متمرکز کنونی را تنها گزینه مناسب برای افغانستان می دانند که می تواند مناسبات کشور را با جهان پیوند بزند. شمار دیگر هم نظام غیر متمرکز را راه حل می دانند تا ریشه های بنیادی جنگ افغانستان خشکیده شود. در میدان صلح افغانستان از نشانی های متفاوت برای آینده کشور نظام های گوناگون پیشنهاد می شود. دوام جمهوری متمرکز کنونی، امارت یا هم نظام غیر متمرکز در چارچوب فدرالی و یا پارلمانی برای آینده افغانستان. هر کدام موافقان و مخالفان خود را داشتند. ارزش های نظام جمهوری تا اینجای کار. حکومت پیوسته گفته است که نظام جمهوری در میز مذاکره خط سرخ است و وجهه و ویژگی های اسلامی را هم در خود دارد. اما طالبان نظام متمرکز اسلامی و شرعی را خط سرخشان می دانند. نظامی که تفسیرهای متفاوت را در بر دارد. از نظام جمهوری کنونی تا امارت طالبانی دهه 90 و خلافت خودخوانده داعش. طالبان ویژگی های نظام مورد نظرشان را مشخص نکرده و تنها گفتند که مخالف نظام چند حزبی اند. به جای شک نیست که جمهوریت برای مردم ما یک اصل است. اما یک قدر که جمهوریت او کسایی که خود مدافعین جمهوریت یاد میکنه جمهوریت اینیا صدمه رسانده، متاسفانه طرف مقابل نرسانده. همه هر عادلانه ترین ساختار را هم اگر ما اینجا در روی قانون و در روی کاغذ بیاریم اما کسی به او عمل نکنه نمیتونیم امیدوار باشیم که تمام اهداف مردم ما برآورده شده. شمار هم تاکید دارند که کارکرد ضعیف و یا هم بد افراد را نباید به پای نظام نوشت. به گفته اینان نظام جمهوری قدرت را به خانه خانه مردم تقسیم می کند و تنها راهی است که می تواند افغانستان را در دامن جامعه جهانی حفظ کند. نظام جمهوریت بسیار با شرایط موجود قرن 21 همخوانی دارد. چنین نظام ها باعث می شود در دنیای که بسیار با هم پیوسته است افغانستان گره می زند. برخی تمرکز قدرت را ریشه چالش های کشور می خوانند و می گویند در صورت تغییر نکردن نظام و تقسیم شدن قدرت جنگ افغانستان چند بودی و شعله‌ورتر خواهد شد. قدرت مطلق فساد مطلق می آفرینه. در واقع اینمی نظام ریاستی فساد پرور است، ساختارش فساد پرور است. به خاطر اینکه بتونیم که واقعا به طرف صلح بریم، اولین سنگ بنای صلح در افغانستان حل معمای قدرت است. او غیر از اینکه قدرت نامتمرکز شود دیگه امکان نداره. نیاز اولیه در افغانستان این است که یک دولت غیر متمرکز، یک دولت به اسلام مردم محور، یک دولتی که مشارکت ظرفیتش بالا ببره و در عین حال تقسیمی عادلانه صلاحیت و قدرت باشه در میان مردم. درست پیش. اما یک شمار دیگر تاکید دارند که نام نظام مهم نیست. با توجه به دین مردم افغانستان، رئیس دولت کشور باید ویژگی های پیش بینی شده یک زعیم بر بنیاد دین اسلام را داشته باشد. عنوان مهم نیست، عنوان مهم است و کسی که رهبری دولت به دوش میگیره و دیگر شخصیت هایی که در محور و ماحول او میباشه به حیث اقمار قدرت، او مهم است که شخصیت های متعهد با خدا و متعهد با مردم افغانستان باشند. و سابقه امارت یک سابقه طولانی در تاریخ خود هم داره. امیر دوست محمد خان هم را امیر میگفتن، حتی امان الله خان هم در ابتدا امیر میگفتن. تا اینجای کار افغانستان نظام های گوناگون را تجربه کرده و پیامدهای مثبت و منفی آن را در تاریخ به ثبت رسانده، شاهی، امارت و جمهوری. اما با یک نقطه اشتراک بزرگ، تمرکز قدرت در مرکز. دیده شود که سرانجام در میز مذاکره سرنوشت آینده سیاسی افغانستان در چارچوب کدام نظام رقم زده خواهد شد.
وزارت دفاع ملی اطمینان می‌دهد که وضعیت در لغمان رو به بهبود است و نظامیان کشور در حال پیشروی در علیشنگند. مقام‌ها در این وزارت می‌گویند در پی عملیات‌های شب گذشته بخش‌های زیادی از عمومه شهر مهترلام و ولسوالی النگار از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده است. همزمان والی لغمان می‌گوید که به شمول معاون عملیاتی امنیت ملی این ولایت 110 منصوب نظامی را به دلیل آنچه غفلت وظیفه‌ای می‌داند بازداشت و به مرکز فرستاده. برخی عضوای مجلس نمایندگان هم نگرانی میکنند که طالبان در تلاشند تا دست کم 10 ولایت را سقوط دهند. آمادگی نظامی برای به دست گرفتن بخش های از دست رفته لغمان، ولایتی در شرق افغانستان. ولایتی که دو روز پیش کنترل ولسوالی دولتشاه آن به دست طالبان افتاد. هنوز هم نبردها در لغمان میان نظامیان و طالبان شدید است. این فرمانده نظامی در میان سربازان تازه نفسی که همین دیروز به لغمان رسیدند، شب هنگام به نیروهای زیر امرش روحیه می‌دهد تا با جنگ سخت برای بازپسگیری جغرافیای از دست رفته لغمان بروند. بیانو دریشی را تکل پکردی، بیادی افغان نو مخستل مخت ضرور ندی چه مخ بیادا خور تور پنجاب تور پلیکی او دای بیادل تگرزی مخت مرک پکرد. یک روز پس از ورود سربازان تازه نفس به رهبری رئیس ستاد ارتش به این ولایت، وزارت دفاع ملی از عقب زدن طالبان از جغرافیای وسیع این ولایت خبر می‌دهد. فعلا نیروهای ما در ولسوالی علیشنگ در حالت پیشروی قرار دارند. در نتیجه عملیات ها تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شد. 50 تن از طالبان توریست کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند. پرون تر نن پر تلاش ده در لغمان وضعیت ښه شوی ده او طالبان تر شاته هم باندې شوی دي او دولت نه مهیله ده چې عملیات نورم پلی کی او پیاوړي کی. به نظر می رسد مسئولان درجه یک امنیتی دستیابی طالبان بر بخش های از لغمان را غفلت وظیفه پنداشتند. والی لغمان می گوید به شمول معاون عملیاتی امنیت ملی لغمان 110 منصوب نظامی را بازداشت و به مرکز فرستادند. شل کال غصبون وکرم پیسه پیدا کرد رتبه واسطه تر یو زیبال زیباری سدل نن چک پا بادپش که ندیسته ویده تر ماتیر. بدخشان هم شب گذشته گواهی راه اندازی حمله های تهاجمی طالبان بر ولسوالی های راغستان، یفتل پایان، جرم، خاش و وردوج بود. حمله هایی که مقام های محلی می گویند با پاسخ سنگین نیروهای امنیتی روبرو شده است. حملات تهاجمی داشتند که خوشبختانه با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و دفاعی مواجه گردیدند و با دادن تلفات دوباره از عقب زده شدند. ولایت های بغلان، زابل، غزنی، هلمند و میدان وردک نیز این روزها گواه نبردهای سنگین میان نیروهای امنیتی و طالبان است. برخی عضوهای مجلس نمایندگان از شدت گرفتن نبردها در کشور نگرانند. پا دهنی غوری که پا نهرین که گزرگاه نور که دی دولت او دی دولت دی مخالفون و لخوانه دیر شدید جگر روانه ده. اگر نیروی تازه نفس به بغلان نره، نیروها از آلت دفاعی بیرون نشه، ولسوالی های دوردستی مانند گزرگاه نور، جلگه، نهرین وضعیتشان در روزهای آینده خرابتر خواهد شد. بحران به دروازه های کابل رسیده، به دروازه های قندهار و مزار و فاریاب و غزنی رسیده. طالب ها میخوای حداقل 10 تا ولایت را سقوط بدن. هرچند شدت گرفتن نبردها با آغاز رسمی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان پیوند داده می شود، اما وزارت دفاع آمریکا همواره تاکید کرده که شدت این نبردها در جدول زمانی خروج نیروهایش از افغانستان تأخیری نخواهد آورد. بیش از 15,000 خانواده در هفته های پسین در بغلان آواره شدند. مقام های محلی در این ولایت میگن که به دلیل جنگ های پسین این شمار خانواده ها از ولسوالی های بغلان مرکزی، دهنه غوری، برکه، نهرین، خوست، گذرگاه نور و بخش های چشمه شیر، دند غوری و دند شهاب‌الدین بیجا شدند. ولسوالی های بغلان در دو هفته گذشته گواه درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. دو هفته پیش ولسوالی برکه این ولایت به دست طالبان افتاد. مقام های محلی اما میگن که در روزهای پسین ترازو به نفع نیروهای امنیتی بود است و بیش از 30 جنگجوی طالب در پی عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات احمدزایی های دندغوری، جلگه و بغلان مرکزی کشته و زخمی شدند.
مسئولان در دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان در بلخ میگویند که 10 بانوی خبرنگار به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی در روزهای پسین افغانستان را ترک کردند. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که در چند سال پسین دست کم 30 کارمند بانو در رسانه‌های بلخ مجبور شدند کارشان را ترک کنند. به عنوان خبرنگار در این ولایت از حکومت می‌خواهند امنیت جانیشان را تأمین کند. دلایل عمده که باعث شد من وطن را ترک بکنم. محبوبه محمدی خبرنگار روزنامه سلام وطندار در بلخ بود. وقتی من این موضوع را با نهادهای امنیت میگوید به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی افغانستان را ترک کرده است. من هیچ خاصی از این بانوی خبرنگار میگوید که تقریبا هر روز از آدرس‌های گوناگون تهدید دریافت میکرد و جانش در خطر بود. یکی از دلایل عمده که باعث شد من وطن را ترک بکنم افزایش تهدیدات امنیتی بود. در آخر من از آدرس‌های مختلف تهدید و مرگ می‌شدم. وقتی من این موضوع را با نهادهای امنیتی در بلخ شریک ساختم، اونا نادیده گرفتن و این موضوع باعث شد که من وطن را ترک بکنم. علاوه بر چالش‌های امنیتی در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در بلخ، گریز از پاسخگویی و نیز دشواری دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی، کار بانوان خبرنگار را با چالش روبرو کرده است. خبرنگارا و بلخص خبرنگاران خانم متاسفانه خیلی مشکلات دارن و یکی از مشکلات بزرگشان همی است که نمیتونن زودتر به اطلاعات دسترسی پیدا بکنن. مسئولان در دیدبان رسانه های آزاد افغانستان ناکارایی نهادهای امنیتی را دلیل اصلی فرار بانوان خبرنگار از افغانستان میداند. متاسفانه به دلیل نامیای اخیر ما پنج تن از بانوان خیلی فعال ما را که در کار رسانه‌ای یعنی میتونستن بانوان یک ظرفیت باشن استفاده شود اینا ترک وظیفه کردن، ترک وطن کردن و دلیلشان نگرانی از نامیای اخیر در شمال و در ولایت بلخ بود. نهادهای پشتیبان رسانه ها در بلخ میگویند که در 2 سال پسین 10 خبرنگار و گرداننده برنامه های تلویزیونی به دلیل افزایش ناامنی از کشور بیرون شده و نیز 32 کارمند رسانه‌ای در بلخ به دلیل مشکل‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی مجبور شدند کارشان را ترک کنند. حالا هم مهمترین خبرها از جهان. شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در هند از مرز 300 هزار گذشت. وزارت بهداشت هند اعلام کرده که تنها در کمتر از 1 ماه 100 هزار نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. با این حال، متخصصان هشدار می‌دهند که ممکن تعداد موردهای تلفات بسیار بیشتر باشد چرا که بسیاری از مرگ‌ها رسمی ثبت نشده است. هند در حال حاضر مرکز همگیری در جهان به شمار می‌آید و پس از آمریکا و برزیل بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را ثبت کرده است. 667 دانشجو از سراسر جهان از دانشگاه جهانی آقاخان فراغت حاصل کردند. بنیانگذار و رئیس دانشگاه آقاخان میگوید که تلاش‌های آکادمیک آنان تفاوت مهم را در کشورهای جهان ایجاد کرده است و دولت‌های ملی را در بخش‌های بهداشت، آموزش و پرورش و افزایش آگاهی‌دهی در مورد جهش جدید ویروس کرونا کمک و همکاری کرده است. ملندا گیتس اقدامات دانشگاه جهانی آقاخان را در بخش بهبود و سلامت و توانمندی زنان قابل ستایش می‌داند. دانشگاه جهانی آقاخان در حال حاضر با بلند بردن ظرفیت علمی دانشجویان تلاش‌هایش را برای بهبود کیفیت زندگی در آسیا و آفریقا ادامه می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از طریق دوربین‌های مداربسته برای 1 ماه دیگر تمدید کرد. طبق توافق ایران و آژانس قرار شده در صورتی که فرایند احیای برجام و رفع تحریم‌های ایران با موفقیت انجام شود، ایران فایل‌ها و فیلم‌های این 3 ماه را در اختیار مسئولان آژانس قرار دهد. از سوی وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید هنوز هیچ نشانه‌ای از این که ایران اقدامات لازم برای رفع تحریم‌ها و پایبندی به تعهدات از ایران انجام داده باشد وجود ندارد. آنتونی بلینکن در گفتگو با شبکه ABC نیوز گفته است که نتیجه گفتگوهای غیر رسمی با ایران برای احیای توافق بین المللی با این کشور هنوز در حاله از ابهام است. حالا هم فرصت برای تازه های ورزش. فرزاد منصوری ملی پوش تکواندوی کشور که نتوانست بر رقابت های راهیابی به المپیک توکیو اشتراک کند، هنوز امیدش را از دست نداده است. پیشتر آزمایش کرونا دو ملی پوش تکواندوی کشور در اردن مثبت اعلان شده و بر بنیاد فیصله کمیته برگزاری مسابقات دیگر عضوهای تیم نیز اشتراک کردن نمی توانستند.
شما در جریان هستین تا آخرین توان خود کوشش کردم که از این ویروس دور باشم و خوشبختانه خداوند از این ویروس نگاه کرد و تا یک قدمی مسابقه که وزن کشی بود 12 کیلو وزن خود به این مسابقات کم کردم، 3 ماه رژیم گرفتم قرنطینه، اما به هر حال نشد دیگه. امیدوار هستم که مردم افغانستان معذرت ما را بپذیرند. مسئولان در فدراسیون تکواندوی افغانستان و کمیته ملی المپیک در تلاشند تا برای حضور ملی پوشان تکواندوی کشور در المپیک توکیو بتوانند از طریق دریافت کارت سفید سهمیه حضور دریافت کند. سر از وام پلان بی خود نگذاشتیم، فرم خانه پوری کردیم و برای فرم آمادگی لازم گرفته شد. ما برای فدراسیون جهانی به شخص خود رئیس فدراسیون جهانی نامه را آن کردیم که برای فرزاد جان وایلد کارت در نظر بگیرد، چون ورزشکار است که با سطح بازی‌های المپیکی را دیگه خوبتر میتونه بسازه. زهرا مرزایی، محسن رضایی و فرزاد منصوری ملی پوشان تکواندوی کشور که در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک توکیو در اردن اشتراک کرده بودند، پس از آن که آزمایش کرونا زهرا مرزایی و محسن رضایی مثبت اعلان شد، اجازه اشتراک به تیم ملی تکواندوی افغانستان به آنان دادن نشد. در آخرین بازی از هفته 38 لیگ برتر جزیره شب گذشته 10 دیدار برگزار شد. منچستر سیتی که قهرمان این فصل شده از 5-0 از صد اورتون گذشت. لیورپول 2-0 کریستال پالاس را در هم کوبید. چلسی 2-1 مغلوب استون ویلا شد. آرسنال با 2 گل برایتون را بدرخه کرد. تاتنهام 4-2 لستر سیتی را زمین گیر کرد. منچستر یونایتد 2-1 ولورهمپتون را برد و ساوتنتون 3-0 در برابر وستهام تن به شکست داد. خبرها همین قصد بود. ممنون که یک را بینید. دستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.